شکر خدا که اسمال آقا آزاد شد از زندان. سلام شاکرم علیکم. علیل باش، علیل باش. خدا رو شو که آزاد شدین. وقتی شما نبودی نابود نمون باش. اون محلت نکردن جیگرکی نه کرپاچهی تعبیره دیگه. آره والا، حالا پشت در زندو اتاق کردی که ما برگردیم آفت چی بمون بشه. آره والا کفت کاری، آره والا درد بی درمون، آره والا. ببینم بی پدر مادر این دخت کچه کچه دیگه. کی میگه کچه؟ خوده. خوش اومد، خوب چاخون میکنی. بیا اینم دست خوش دروغه. سیب زمینی نگاه کن کی اومده پیش بازمون. اینه هو گرگ بود ناجت. آها شاکی چجوری هرگ اسمال سلام ساب توی سبز میدون بپر تو بغر اسمال جون جا بریم سوار شیم. سوار شیم ساب توی دیدی بزنم بچم خوبه؟ آره که خوبه، فدات شم. آخ کتاب آمد چه کردی زن ماشینت کجا؟ اونجاست. مار دوزی موزی نباشه، ما تازه از زندون در اومدیم. میگم کاش که یه خرموره چیزی به خودت آویزون میکردی که نظرت نزنه. برو سوار شو، برو قادش شو برم، برو نازه شو برم. جانمی حد کرد من اومدم. خیلی دلم واسه تنگ شده بود. نگو که دلم میگیره. بعد مصاب چی شدی؟ آب رفته زیر جلدتا. استخون تو رکوندی. برو بریم، را بند اومد. جون اسمال گرفتارتم. بیا تو بغل حاجیت که مدت هاست بی نصیبه. رفتیم بابا، رفتیم. طرافی این سما زنون رو تو میری سرش در میارم. این دفعه میخوام جلوی چشات خوزه قلی یخی رو اینه هو سگ به زمین بمارم. تو رو به خدا بسه. آخه تو این میون من چه گناهی کردم؟ هر روز که روز خداست یا زندونی یا کلونتری. خب میگی چی؟ راست حسینی بشینیم زیر بامبول حق چی نامرده؟ کاشکی کلا دونه 1,000,000 تومن میشد که هر نامردی نتونه سرش بذاره. تو اگه منو دوست داری باید دست از این کارا برداری. دست رو دلم نذار بعد مصاب. مگه میذارن آدم تو راک خودش باشه؟ صد بار خدا توبه کردم، عاقبت هم توبه گرگ مرگ حساب در اومد. اسمال جونه؟ جون دلم، تو با من چه کردی؟ تو پولم و پول من. میخوام قول بدی که دست از این کارات برداری. همین؟ خب باشه، با این که چیزی نیست. واسه خاطر گل جمالت که مخلصشم و بهت قول میدم. قول ما قول مرده، هر کی هم سیرش بزنه نامرده. نامرده. ای حاضر از این دقیقه و ساعت رفتیم تو لاک خودمون. اگه ساعت همون بزنن تو سرمونا جوم نمیخوریم. بفر بر میخواد. بس بابا اینقدر شلوغ نکنه. چه خبره بابا؟ جر میزنه. ناکس نالوتی، تو باز شروع کردی همیشه باز سر قمار دب بکنی. به تمرک بازی تو بکن دیگه. دیگه نبینم جر بزنی. علی خان چیه؟ سلام. چی شده؟ سلام. میگم که چی پیش گفتم صفای قدمش. اون دیگه کارش زاره. میخوام خودم برم زیر تاب.
که بود؟ که بود؟ چه دیگاه بود؟ بالاخره خدمتت میرسم. آخ که از دست تو زله شدم. دبه تمر درست تو بخون. یا الله. سلام ننه. چه؟ نوکرتم ننه. نفسم روش. دو ساعته الهی که قربونه تو ننه برم. دست خوش داری ننه. چطور ننه؟ هنوز بو گند زندون به تنت زدن لط و پاره کرد. بی خیالش خورش میشه. جغیل تو رو برایی؟ بگو ببینم با درس و مشق چطوری؟ میخونه که صدات خوب شه یا نه؟ میسازی. آفره. درس و مشق میخواد چیکار؟ دم به ساعت کلاهی تو سرشه جلو آینه سان میبینه. ولش کن ننه بذار بچه بچره. بابا جون من میخوام مثل تو چهار پنج نفر رو بزنم در بود تو آخه. چیزی گفت؟ خوابه خوابه. هنوز ترش تو تخمه داره دنبال جفتش میکرده. جون ننه دعواش نکن. خوش داره جاپای ما بذاره دیگه. آه منصوری نامرد درستو بخون. وقتی که درستو خوندی و آقا شدی خودت یه پاچه ساعت نشینی. فهمیدی بابا؟ کاش بابا تون شب خواب میموند. حرفشو گوش نکن. درستو بخون که آقا بشت. بابا جون تو که سواد نداری مگه آقا نیستی؟ این حرفا به تو نایمده. درستو بخون. خون جون راه لالا صورت تو پاک کن. همه دفتر رو کتابام خونه کردی. حالا فردا جواب خانم معلمم رو چی بدم؟ لا لا هلا لا بیا و درستش کن. ناکس داره بونه میگیره. واسه ما عمه تو جیب نخونی ها. درست تو حفظ کن بچه. دیدی گفتم بی سوادی. این نوشتنیه نه حفظ کردنی. الله اکبر اینو باش داره به ما یاد بده. درست تو بخون. پیر شدیم و حالیمون نشد. اسم اینو چی میذارم؟ زخمه. آخه مادر تو همه جا زخمه. این کارا عاقبتی نداره ها. میزم من که دیگه از دست تو به تنگ اومدم. اون از بابات مگه رفت. بابام چش بود. خدا بیامرز وقتی دست به چاقو میشد از گذر لوتی ساله تا گذر میتی موش از درخونگاه تا آبنبار سد اسماعیل تموم گردن کلوفتا ریز و درشت. گوش کن پسر بفهم چی میگم. سوراخ موش و دو عباسی میخریدن و قایم میشدن. عاقبتش چی شد؟ آخرش قربونیه یه نیش چاقو شد. تو هم کلاف کوچه و بازاری. از اون بابا یه همچین بچه. خانم خانم ها یه دقیقه میذاره بشینیم یا پاشیم بریم تو زندون. بسه بسه صداتو کلوف نکن. فکر این بروجک باش که جون منو به لبم رسونده. بی همه چیز نامرد درست میگه. اگه مردی بگو بعد ما که کتک خودت این بعد ناکس بلا الان کبودت میکنم. اگه راست میگی اسی باسی رو بزن که من ده 6 میلیون دلاری اسی بزن لتو پارش کن. تو دیگه چی میگی؟ جرأت داره منو بزنه. الان بیاستینش میکنم به من میگن لوتی منصور. فهمی یا نه؟ بیا جلو بیا جلو تو بخونه تو بلن جا تشریف کن یالا جا جا بجا باشی چه مرزمو کندی؟ آخی بچی تو چقدر فوزی؟ برو بابا حالا مگه گرفتی داشتیم حال میکردی؟ این دفعه دیگه از مدرسه اخراجت میکنم. برو بابا ببینم این دیگه که بریم دفتر زود باش.
هر کی بزنه میخوره. بابام گفته بچه نباید تو سر خور باشه. شما چی میگی خانم نازنین؟ تو حق نداری اونا رو بزنی. هر کی تو رو زد بیا به ما بگو، ما خودمون تنبیهش میکنیم. نده، مگه ما خودمون اینجوری هستیم؟ تا بخوایم بیایم به شما خبر بدیم خب طرف در رفته دیگه. تازه این چه زحمتیه که به شما بدیم؟ این بچه همه رو آسی کرده، میبینین چه بلبل زبونی میکنه؟ بچه سو بلبل زبونیاش. من معتقدم این بچه رو از مدرسه اخراجش کنیم. اوهوگی منو اخراج کنین؟ مگه شهر هرته؟ اگه بیرونم کنین بابام میاد اینجا و با همه تون در میفته. اگه جرأت دارین خودتون بهش بگین. امروز تو کلاس حبست میکنم، نمیذارن بری نهار تا تنبیه بشی و دیگه از این کارا نکنی. من که دیگه به هیچ عنوان سر کلاس راش نمیدم. شما که خبر ندارین، این بچه نیست، جن بوداده است. بچه یه ناراحتیه، بهتر تصمیمی دربارش بگیری. یعنی میگین اخراجش کنیم؟ عذر میخوام، با اخراج کردن بچه کاری از پیش نمیره. پس میفرمایین چه کار کنیم؟ من معتقدم عامل اصلی اینجور ناراحتی های بچه ها رو باید پیدا کرد. آخه این بچه خیلی ناراحته. از 100 تا بچه که شما در نظر بگیرین، یکی ممکنه از نظر روحی و روانی به کیفیت این بچه برسه. آقای مدیر، فقط بر اینم، اصل بد نیکو نگردد زان که بنیادش بد است. اما من با این شعر مخالفم. یعنی چه؟ یعنی شما سعدی رو قبول ندارین؟ من این شعر رو قبول ندارم. آخه ما در قرنی پیشرفته زندگی میکنیم. امروزه شرورترین بچه ها رو به وسیله تجزیه و تحلیل روانی هدایت و راهنماییشون میکنن. میخواستم خواهش کنم بچه رو اخراج نکنین، بفرستینش کلاس من. مگه از جونتون سیر شدین خانم؟ دو روزه دیوونتون میکنه. عیبی نداره، میخوام به شما ثابت کنم که میشه با روش صحیح تعلیم و تربیت بچه رو به راه آورد و ادبش کرد. بنده با شما شرط میبندم خانم، تا آخر سالم به شما مهلت میدم. آی مدیر خیلی عذر میخوام، اگه خانم تونست این بچه رو براش کنه، دو ماه حقوق و مزایای من مال خانم باشه. من احتیاج به حقوق و مزایای شما ندارم، ما حقوق میگیریم و باید به فکر بچه های مردم باشیم. در ضمن میخواستم خواهش کنم که از اولیای این بچه دعوت کنین بیان مدرسه، میخوام باشون صحبت کنم. متشکرم. اکبر خره است، سال کلاس اول. چه عجب اونو درست نوشتی. مگه گیرم نیافته؟ این دفعه جفت گوشوشو با دندون میکنم. ناکس گامبو. یکی هم نمیاد ملاقاتی ما. اقلا سیگاری، کلوچه ای، میوه ای، چیزی با سمون بیاری، شکمی از عزا در بیاری. هیچ گرجاش تکون نخوره، درس امروزه شروع میکنیم. احمد درازه، دکمت چرا بازه، گردن چکل قازه. تو که بابا تلاته باز بلد باشی، چرا کفش جاهلا باز پاشن خواب باشه. چرا خفه خون گرفتی؟ چی؟ بلد نیستی؟ به به، پس بذار واسط بگم. واسه این که وقتی میزنه تو گوشه یکیو میخواد دره، کفشاشو بذاره و ار فرار. یاد گرفتی خنگ خدا؟ گشنگی مردیم بابا، هر روز خدا باید زندونی بشیم. اینم شد گفت. نه بابا، خودمون حیبت داریم، عزت داریم، شوکت داریم. ببینم اینا رفیقات هم. نه بابا، نوچه هم. نوچه؟ آفرین، تو نوچه هم داری؟ بله، پس چی؟ باری کلا، پیشتشون خون برم. پیشته محصولی، چرا اینا دنبال ما ریسه شدن؟ نکنه حیبت ما گرفته داشتیم. آدم حسابی نهیدم بابا. چیه؟ چه خبرتونه؟ برین دنبال در تو محصولی دارم. حفا میدم، هره باری اینا باره کنار. تا بمیری محصولی، یه دقیقه دیگه اینجا بمونم و گرفتی پوستم رو میکنم. هیچ فکر نکنن که واسه جاهل عوض داره. بفرمید خشم. سلام بر کل جماعت. چی شو؟ بعد چوری تو هم شدن؟ نکنه یه ها عوضی فکر کنن که ما مال این دیار نیستیم و عوضی اومدیم؟ اقلن تو جواب سلام ما رو بده. علیک شاکران بفرما.
نومه شما رسید، ما هم خدمت رسیدیم. البته خیلی باز ببخشین که سر زده چپیدین تو. نگاه میکنم کی نومه رو نوشته بود؟ ببخشین سرکار. آجو نومه کاشی که بابا نسخه تو بکن. حاجید اسمان مندسخر، مندسخر ملقب به میرغزب بچه خاک پاک سنگلت. چطور شما چاکه رو نمشتسی؟ مثل گاب پیشون سفید معروف خواسته همیم. من تری کجای حرف ماهرلی داشت که جماع کرکر میکنه؟ یه چرا میخندن؟ من که آدم اسمو نعیدم. مثل اینکه تو آلمو رو نعیدم. پا نقلی نیست، میخواستم بزنمش. خوش وقتم، بفرمایی. حق جلوت بده مرد آقل، توی به فرمای خشک خالی به ما زدی. منصوری، منصوری ببینم چای مردم رو چرا میخوری؟ چرا؟ نه چطور شدی؟ همه ددری شدن، نکنه تو حیات خبری و ما بیخبری؟ نه بابا، زنگ مردسته هست. زنگ مردسته هست، ناکس کالی چیز یاد گرفته. چاکر شما، قربون شما، نوکر شما، التماس دعا مشرف. ما رو هم دعا کنی، خوش آمدی، خوش کردی. جون داداش قدم ما سواک بود، همه چه ها خالی کردن، نقل اینجا کنی، تو همه کافه هم همینطوره. بله بابا. هیزه پدر سوخته، این کار هنوز واسه تو زوده. اسمال آقا، جون آقا، بفرمایید به خانم معلم بچه‌تون صحبت کنید. خوشبختم. یا باب الهوایج، چه خوشبختی گو. آجی شما نومه نوشته بودی؟ میدونم مزاحم کارتون شده. چاکرشون. به هر صورت لازم بود یه خورده با هم حرف بزنیم. در خدمتیم، دوست دارم قرقیوار چکی دو کلوم بگیم و دو کلوم بشنفیم و یا علی از تو مدد مشرف. کجا را؟ اینقدر دید نزن بچه. از اینکه تشریف آوردین متشکرم. قلومت هم آبجی، به جونمون که خیلی خانومی، مرد نمیبینم که بخواد چپ نگاهت کنه. جون از پار شاقش میگونم. شما لطف داریم. خلاصه کرم آبجی، این فسقر ما بگو چاکرم بچه. چاکرم؟ بله، بند ساده رو میکم. عرض کنم که همچه یه خوده عبدیه. خوش دارم هر جوری که سلام میدونی شما رو به راش بکنید. بچه شما از نظر درسی خیلی عقبه. عقبه؟ اگه به سرنوشت بچه‌تون علاقه مندین یه قدری بیشتر بهش برسید. آبجی معلم حرفایی میزنید، مثل که کبکتون میگه گوگور و گوگور. ببینی آبجی معلم، اگه ما خودمون چی بودیم چه ولدمون چی بشه؟ لب مطلب دور این جیغیر ما رو اللحاظ درسی خید بکشیم. یه نمره 30-50 از شما چه پنون خبرش دارم که شما دست دلوازی. 60-70 که باشه چه بهتر. بندزی پای ورقش، هم خودت خیالات تخته. اما معذرت میخوام، مثل اینکه شما متوجه اصل مطلب نشدیم. اینجا نمره مفت به کسی داده نمیشه. تا بچه درسشو نخونه و مؤدب نباشه و مقررات مدرسه رو رعایت نکنه، ما هیچ گونه کمکی نمیتونیم بهش بکنیم. آجا پنج انگوش میشه یه بچه. وای فسقر ناکس، نکنه به خانم بد بیرا گفتی نشو فما. اتفاقا پسر شما منصور بچه خوبیه. خوبی ها خواهدتونه، مرسیه دیگه. جد در جدمون خوب و سر برا بودن، ما هم تختره که اوناییم. حس فرار و گریز در این بچه هست. حس فرار و گریز؟ خیلی علاقه مندم بدونم تو خونه روش تربیت این بچه چجوری. بله باز بدونی. تو مدرسه که همش بچه ها رو میزنی. میزنه؟ سر کلاس آروم نیست. آروم نیست؟ همش میخواد از زیر درس فرار کنی. مرگ من؟ بی غیرت نامرد خانم، راست میکنه؟ آقا راست میکنه؟ وایستا که همی الان زیر کمر بس یوم که بوده کنم. وایستا ببینم پدر سخته. آمروی من تو مدرسه میبری؟ درس نمیخونی؟ میخوای لات بشی؟ میخوای چاقو کش بشی؟ کلام هم افتاد، وایستا بچه، وایستا وایستا من دومه. جونه بابا وایستا، جونه بابا تو بمیری یواش میزنم، مرگ خودم یواش میزنم. آنچه معلم میره جاهلا بعد میکه. وایستا وایستا بچه پدر وایستا دیگه وایستا 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 جونه بابا وایستا جونه بابا وایستا. جون شما همین دیشب سیاه کبوتش کردم، گرفتی پوستشو میکنم. شما سعی نکنین بچه رو با ترسوندن وادار به یک کاری کنین که مورد علاقش نیست. آبجی معلم هرچی باشه، مام حالیمونه که آدم بی سواد گور مادرزاز. توف به ذاتت بچه، هر نفس افتادم. بگذاریم، دلم میخواد منصور جونم از امروز به هم قول بده که بچه درس خونو خوبی بشه. خب؟ خب پسرم چشم باشه. چه 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 چه
جون، خودم زدم، گل زدم، خودم زدم، گل زدم جون. مگه مرض داری بچه؟ توپو چرا زدی؟ ببخشید معذرت میخوام. بی خود کردی، معذرت خواستی نکبتی. بازم معذرت میخوام. شیطونه میگه بزنم تو گوششا. بیا بگاه نگاه. حیف که خانم معلم اینجاست و ایلو گوش تو گفتی نیا. مثلا اگه خانم معلمت اینجا رو چه غلط میکردی ها؟ حیف، حیف که خانم معلم پره نگاه میکنه، وگرنه اینجوری میزدم تو گوشت، بعدش هم میپریدم رو دوشت، بعدش هم میگرفتم یه دونه گازشت. بگیرم منصور. آخ بابا جون گفته کاری ها منجون، مگه گفتم معذرت میخوام؟ چی کار داره میکنی؟ گوشت رو خورد دوشت. منصور دوشه بچه مردم رو خوردی. البته بلش کن، بلش کن منصور، آروم باش. تو مگه قول نداده بودی پسر خوبی باشی؟ من که کاریش نداشتم، الکی هی دور برمی داشت. خیلی خوب، عیبی نداره، ولی دیگه نباید از این کارا بکنی. خب چشم ماما. معملی آینه رو بیار که ماه نو شد. احسان آقا، احسان آقا، روز روشن و ماه نو. به من گالا تو اونجا رو نگاه کن. عزیز بدنی تو بمیدی خوش داره به دماغم میکره. بوی عطر گل یاسه ننم از شب دلت این باسم خریده. نه نه عطر گل بلشون قر بکه. منظورم قاچی معلمه. قیافه چطوره؟ میتونه؟ خوبه؟ دهن چطوره؟ دهن دهن بلش کندن. بده من آینه رو. نه چطوره؟ خوبه؟ ببین خود تو چی کار کردی؟ تمام لباس تو چطوره بچا؟ جاهلم، درست جاهلم. در کلاس همه چی سر جاشه. دست با کشکنا. برم. برم جفت جو. همه چی سر جاشه. رفت رفت چطوره؟ خزی میکرد خون زمین لباسش خاکی شد. ای بی نداره آبجی معلم، آدمی ساد از خاک اومده و به خاکم میره. اسمال آقا اگه وقت دارین چند دقیقه وقتتون رو به من بدین. جون بخواب زیاده، مخلصت آتل و باطل، بی آر و بی کار، در بس در اختیارت. بله های بچه ها وقت میخواد، وقت میخواد. منصور جون تو برو لباست رو عوض کن و درستو بخون تا من بیام، باشه؟ چش. مرسی پسرم. پدر سوخته به باباش رفته، به خانم خوشگلا که میرسه همش چشم و چشمه، اما به من ننش که میرسه همش اخم و تخمه. چه خبره آقاینه لاتا بسنم؟ بفرمه شما، بفرم بفرمه آقایون لاتا. آقاین لاتا خدا خیلی خدا خیلی دوارشی بنده چشم آقایون لاتا با اتفیال بده ببینم اون سنگو. بفرما خبر شده حد دست اسمال کفریش. آخه چرا؟ من چه میدونم، هر روزی که اسمال آساد شده شراره همش داره ورش. سلام سلام بمبری بلام. سلام سلام بمبری بلام. سلام گلی خان. چه خبر ها؟ خوش خبر باشی. خیلی مخلصتی. میدونی میگم گلی خان، گلی خان این مشتلق ما چی میشه؟ مشتلق هم میخواد یه دهن به خون داور گردم. جبلی هی هی بابای خدا بیامرزم میگفت فباره چون بلند گردد شطرق افتاد تو گفت. بند خدا چی گفته؟ خب خانم ما بگوشی. تو این مدت رو همه زیروبم زندگیت مطالعه کردم. حق پدر مادرت رو بیامرزه، لابد کلی هم حرف. بدبختانه باید بگم جای تأسفه. جای تأسفه؟ چرا؟ ماحصل زندگیت به جز یه مشت پرونده و سابقه بعد چیز دیگه ای نیست. تو پروندم اون اصل هم داشتیم و نمیدونستیم. فردا که منصور بزرگ بشه به وجود پدر بی سواد و بیکار و بد سابقه ای که به قول خودت خاک گورم قبولش نداره افتخار نمی کنیم. یکی یعنی می فرمایی منصور فسقلی از ما بهتر میشه؟ البته که باید بهتر بشه. امروز دیگه برای آدمای عاطل و باطل جایی نیست. یعنی شما میگی ما باطلیم؟ شیطونه میگه همچین مثلا تو گوش بغل دستی. حیف که زنی بایلا ما هم که یه مش خوردی همتون خوش گذر. نمیخواد بی خود قرولند کنی. باید بگم اسمال رفتار و روش بد تو رو منصور اثر بدی گذاشته. چطور شد؟ چطور شد؟ یواش یواش دیگه داری اون روی سگمو بالا میاری. تو نباید عصبانی بشی.
چون خوشبختی و سعادت منصور بستگی به وجود تو داره. شما میگین چی کار باز کرد؟ یه عمری اینجوری تا کردیم و کلا از سر جدن جدمون نیفتاده، مرد و مردونه به دنیا اومدیم و بعدش هم همینجوری که جون به کرامان کاتبه میدیم و وقت سلام شد تمام. اگه علاقه مندی که منصور آدم بشه اول باید خودتو اصلاح کنی. والا ما دیروز سلمونی بودیم، امروز هم پیش پای شما رفته بودیم حموم، الانم عینه اون شیر مادر پاک و طاهری. نه منظورم اینه که باید روش زندگی تو عوض کنی. من از تو میخوام. مثل چشاش اینه او گل آتیش داره رگ و ریشه تن و بدنم رو میسوزم. ببتره که چشمه حسود و بخیر. بفرما اونم اسمال جونت که اینقدر سنگیشو به سینه میزدی. تو ذاتت مرد منو باش که یه عمر علافش بودن. خدایا این چش پاک و امانه. اگه به سعادت منصور علاقه مندی یه مدت کوتاهی باید دست از این کارات برداری. والا آجی مولم الواتی و علافی تو خونمونه، یعنی وبال جونمونه. در هر صورت سعادت منصور تو خب کاره. بله خوشبختی آینده اون مهم کن. اونم که بله، حتی شما بکین. اگه بکین منار جنبونه به جنبونه شا نامرد کنر تو کشو نجنبونه دش که تا عبد و در به جنبه. خوشتون من من از تو خواهش میکنم، خوشبختی و آینده منصور بستگی به قول تو داره. باشه قول میدم، قول ما قول مرده، هر کی هم زیرش بزنه باید. گوشان داره عوضی میشوفه، کیه داره کر کر میکنه؟ حتما خوشش اومده. آمونتو دواش برده که دیدی خولی یقی آره نو کره تا آمش میکنم خامکش میکنم. خوش رو ببینم یا قرد بکش کنار را رو واکنی جا واکنی.
تسلیت میکن قولی خان خان جای خراب کنی آش بیار ترش بیار مالشون از بیار سعادت و خوشبختی منصور تو کاری سعادت و خوشبختی منصور تو کاری قول ما قول مرده هر کی سیزش بسیده نو مرده دوره این بازه مارم خید بکش اگه بری شنافتی اگه کری بلندتر بکنم بسدی با وایسه نامرد زن صفت ببرون نفستو اون نامردی که بتونه روزگار اسمال سیاه کنه لطفاش هنوز تو رحمه ندش بس اگه تو همه ی دنیا دو تا زن بی صفت پیدا بشه اول آخریش خودتی خونه هاش با تامه اسمان که آفر رو ریخ به هم به سلامتی بابی ها پسمان آقا بابی ها بچه پرد کنی کنی شای خوبم ایشاله که حال همتون خوبه و سر حالین بله؟ بله خب امیدوارم که دیشب درستون رو حاضر کردین و خوبم خوابیدین بله بچه های خوبم باید یه قدری بیشتر به درس و مشقتون برسین چون امتحانات نزدیکه شبا سعی کنین درسای روز قبل رو مرور کنین وقتای بیکاریتونو از کتابای کودکان استفاده کنید. چی شده منصور؟ چرا ناراحتی؟ چرا دیر اومدی؟ خدای نکرده چیزی شده؟ چیزی نشده خانم. پس چرا دیر اومدی؟ به مامان نمیگی چته؟ کسی دعوت کرده؟ بگو عزیزم، بگو شده روم نمیشه چرا که روت نشه؟ تو که میدونی من چقدر تو رو دوست دارم بگو عزیزم، بگو چی شده؟ بابات، چی شده؟ اون به من قول داده بود شرمندتم آبجی معلم به خدا نوکرتم هرچی بگین لاغشم شما چرا؟
شما که ادعای مردی میکردین و به قول و شرف مرد ایمان داشتین چرا؟ پیش اومد هیچی هیچی که نکشه و پار سنگ بر نداره شیش افمایی رو شخ شما باز تو این مدت در حق منصوری مادری کنی. ببین اسمال، برای برگشتن هیچ وقت دیر نیست. بالاخره با همه لودگیت مسلمونی و قبول داری که هر وقت توبه کنی خدا از سر تقصیراتت میگذره. نگو که چهار ستون بدنم لرزید. به مولام علی کافر هر کی که بخواد اسمشو عوضی قسم بخوره. از این ساعت توبه توبه توبه. اگه چونم بره سر قولم هستم که هستم. قول ما قول مرده، هر کی زیرش بزنه نامرده. امیدوارم. ای داد میدم قسمت این یعرف بچم این بوده دیگه. چه خوابی کرده. شما در حق این بچه باز مادری کن. دو شیش هشت شیش و نو پونزده. آفرین. یک و یک میشه دو. خب دو یک سه. درسته. چند شد؟ سی و پنج. باریکلا پسرم. تو از امروز دیگه پسر منی، منم مادرت. اگه قول بدی درساتو بخونی و مشقاتو بنویسی بعدش میبرمت گردش و سینما. ها سینما؟ مگه تا حالا نرفتی؟ نه من شبای جمعه با بیبیم میرم شاه عبدالعظیم، امامزاده داوود، بیبی شهربانو، سر قبر آقا، سینما تا حالا نرفتم. عیبی نداره، تو درساتو بخون، عوضش هر جا که بخوای خودم میبرمت. خوب؟ باشه. بیا عزیزم. گل دود الان میام. سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، میشه هشت. ایوا خانم کجا؟ داشتم چایی می آوردم خدمتتون. روزی به زحمت شما نیستم. راحت مادر. به خدا نوبری خانم. از روزی که دستی به سر گوش این بچه کشیدین ها خیلی توفیر کرده. انگار نه انگار که منصور دیروزه. بچه مثل فرشته پاک و معصومه. اگه بعد بار بیاد خب معلومه اینجوری میشه. راستی خانوم، میخواستم بدونم مادر این بچه چی شده؟ مرده، زنده است، طلاق گرفته؟ ای خانوم، قصهش 70 من مثنویه. چند سال پیش یه دختر نجیب و درس خونده رو واسش گرفتی. گفتیم شاید زن بتونه سر براش کنه، اما نشد. نمیدونه چقدر دانا و عاقل. اما اسمال انقدر سختی بهش داد اونم نتونست طاقت بیاره. منصور رو گذاشت رو دست ما و رفت. یعنی چی؟ کجا رفت؟ خدا میدونه. یعنی همینطوری منصور رو ول کرد و رفت؟ چی بگم والا؟ خودتون بهتر میدونین که مادر واسه اولادش بزرگترین نعمت. اما محبت هایی که من به منصور میکنم، اما منصور همیشه از بیمادری رنج میکشه. درست. هیچ کس نمیتونه تو دنیا جای مادر رو بگیره. منم هر کاری تونستم کردم ولی اون مادرش رو میخواد. سلام. سلام. چیده خانم ایبوس؟ خیلی خوشحالی. بعد از 6 سال دوری از پسرم بالاخره یه کسی پیدا شده که واسطه بشه که من بتونم بچه‌مو ببینم. خانم شیرین سعادت به اطلاعات. خانم سعادت به اطلاعات. حتما خودشی. من الان برمیگردم. خواهش میکنم. مامان جون پس کی میریم خونه؟ بذار مامان جونت بیاد بعدم میریم خونه. چی مامان جونم؟ مگه شما مامان من نیستی؟ چرا پسرم، اما مامان اصلی تو کسی دیگه است. منصور مامان اصلی تونه. خدا
خیلی عذر میخوام. ببخشین که منتظرتون گذاشتم. بفرمایید. شما بفرمایید. این مرد چقدر بدبختی کشیدم، فقط خدا میدونه. عوضش اسمال در حق من شوهری نکرد. من به شما حق میدم، اما هر چی باشه شما یه مادری. قلب یه مادر همیشه منبع صفا و محبته. میدونم که اسمال در حق شما شوهری نکرده، اما در حال حاضر آینده منصور باید برای شما از هر چیزی با ارزشتر باشه. پدرم همیشه به من میگفت مرد خدای زنه. منم واسه اسمال بندگی کردم، واسه اینکه دوستش داشتم. در حال حاضر منصور به شما احتیاج داره، یه مادر تکیگاه بچشه. من که حرفی ندارم، من از خدامه. بچه‌مو به هم پس بده، اینو تو بهترین دبستانای شبان روزی پانسیونش میکنم. تو این مدتی که از اسمال جدا شدم، با تمام ناراحتی هایی که کشیدم به تحصیلاتم ادامه دادم. امسالم پای کنکور دانشگاه هم. چه بهتر، از صمیم قلب خوشحالم. با این موقعیت میتونی برای شوهر و بچت مثمر ثمر باشی. نه اسمال هیچ وقت عوض شدنی نیست. دلم میخواد دوباره برگردم پیشش، اما با این وضع نمیتونم. مامان جون بریم خونه. مامان جون این خانم مادرته، برو تو بغلش. نه تو مامان من. اگه اون مامان من بود میومد خونم. میاد پسرم. تنها آرزوم اینه که روزی کانون سرد خانواده شما تبدیل به کانون گرم خانواده بشه. این تنها آرزومه. بازم به دیدنتون میام. خدا نگهدار. متشکرم. آجدا، تو رو بجدانی؟ برا تو
کاش که زمین خدا چاک میخورد و خاکمون میکرد، شما مرا از خلافتونی در نمیورد. برای خوشبختی منصور باید مقدار گذشت داشته باشه. باشه باشه، چشم رو چشم آبچی معلم. میگم که هرچند قابل شما رو نداره، ولی خوش کردم که یه نون و پنیری در خدمت همدیگه بخوریم. ای بینده، تو با من چه کردی زن؟ مذهب تو شکر، یه حرفی، یه کلومی، یه بد و بیرای نصار وجودمون که اقلا دیرمون خونکشه. یا الله، به خدا نوکره تن. خواهش میکنم آمین. والا حاکی مرده، هرچی بگم اون بر خط. روزگار من کلاف سردرگمه، شرمنده تن، عوض شما یه عالم خانومی. دلم میخواست با مادر منصور آشتی میکردی. آبچی معلم، دست رو دلم نذار. طرف رفت و واسه خودش یه کسی شد. دیگه اصلا و ابدا لیاقتشو ندارم. یعنی فاصلمون انقدر زیاده که اصلا نمیتونیم با هم دیگه بپریم. اینو میدونم که خاطره اولین عشق رو هیچ وقت نمیشه فراموش کرد. اگه قول بدی اصلاح بشی، زنت به خونت بر میگردی. ما دیگه از گردنه خارجیم، هون میکشیم و به حق زامن آهو سالم و تندرستیم. بفرمایید، 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 بفرمایید. چادر از همه کش سره، بهتون که چادر نیست، بوس حیوانه. چاکرم، قربان شما، مقبضم. آدم نباید دلخوشش این باشه که فقط زنده است. بله، به خصوص آدمی که بچه داره. درست، آینده و سعادت هر بچه بستگی به وجود پدر و مادر خوبشه. گل گفتی خانم جی. تو دیگه متعلق به خودت نیستی. خیلی ببخشینا، ما متعلق به کی هستیم؟ بله، متعلق به بچه تی. به خاطر سعادت منصورم که شده، باید از خیلی مسائل بگذری. آبجی معلم، ما دیگه عال شدیم، دربست در اختیار تیم. شما اختیار سر ما رو هم داری، غمش گونه. قول شما قول مرده، هر کی زیرش بزنه. خیلی خوب، باشه، نامرده. از همین امشب تو دوست دارید بیاین سر کلاس و درس بخونید، چون سواد برای شما از نون شبم واجب. جون آبجی معلم، مچلمون نکن، بذار آبگوشت حاجی به تنمون بچسبه. خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامعه بر تن دارد. با سواد اینجاست. بچه ها کلا رو برداریم، زود زود برد کلا رو. امروز برای همه ما روز خوبیه. بله، همینطوره. از امروز همگی شما درس میخونین و با سواد میشین. ایزاز خانم، البته ایزاز، من زبونه بند اومده خانم، ما میتونیم ننمونه بیاری؟ البته که میتونی. خیلی ممنون. در گذشته هر چی بودین باید فراموش کنیم. از امروز راهی رو میریم که عاقبتش خوشبختی و سعادت به همراه داره. قربون دست شما. خیلی ممنون. دن چیه؟ کالا. چیه؟ کالا تو. چی میگه نامرد؟ کالا تو بردو. چکرم. چی گفتی؟ کالا تو سرت بردار. کالا بردارم. خواب درس امروز رو شروع میکنیم. چکرم، من چی گفتی؟ آخه آبجی معلم، کسی کالا سرش بشه بعدش میاد. بعدش میاد. چکرم، قربون آبجی معلم اون برم، باز دستوراتشو با جون و دل انجام بدیم، حالا که ایشون میخواد چش رو چش. گویند مرو چو زاد مادر، پستان به دهان گرد. چیه؟ آدم جلوی مادر بزرگش که از این حرفا نمیزنه که. مگه من چی گفتم؟ تو این کتاب نوشته. تو کتاب نوشته؟ بگی ببینم. بگیر ازش، داره تقلب میکنه، بگیر. بگیر ببینم، تقلب بی تقلب. بنویس، لبخند نهاد بر لب من. چشم بخون من. بنویس که رفوزه من. میخوای با تو هم یاد بدم دو ترکه داری؟ نه، فعلا خودت برو. رفتا. یا درست داشت که چه آخر اوگی نه افنان گرفت. بگی سبون شد، بگی سبون شد. چی به روزمون
بابا نخواستید یکی بله یکی بیاد از ما رو بگیرم از رضای خدا یکی به من زمین خورده کمک کنه خدا دست گیرندت شلو بله من قربونه دست دارم خنده نداره یواش آقا چم یواش چانم تو که بلد نیستی من که مجبوری خیدش کرده مرگی که بگن یه پادره شما نه شما که خروز آقا آقا من ما دارم حفظ میکنم ولی یادم نمیمونه آقا کاهش بایستا مگه رو کردم بایستا دفعه جاد گرم و نرمه میگیم لنگش کن همه دارم اما میخوندن خودمونم بخندیم خب آمد چه کردیم آبو تعجب میکنی چه لباس کار کردم خب بچه ها را آوردی؟ آره امو اسمالو رو فقشو که گفتیم کار بشو بگی نبودم بریم شده افتری سر صدا نمیزنه بفهمم چی میگی همون گروه که بشو باش هم به همه شون کار شما از اینکه در جشن مدرسه ما حضور به هم رسانیدی صمیمانه تشکر میکنم میخواهم مطلبی را بیان کنم که دانش و فرهنگ ما میتواند در بهزیستی نونهالان عزیزمان و تمامی افراد نقش عمده‌ای داشته باشد از این رو میخواهم انسانهایی را که تا دیروز در شرایط دیگری زندگی میکردند و اینک در پرتو دانش زندگیشان شکل دیگری گرفته خدمت شما معرفی کنم اسمال آقا بچه بینو
سلام به خانم ها و آقایون محترم، از محبت همگی شما تشکر می کنم. باید بگم که این باعث افتخار منه که خانم معلم به من اجازه دادن تا چند خطی اینجا صحبت کنم. لطفاً توجه کنید، به همون خدایی که همگی ما را آفریده قسم، به مرگ همین مادرم قسم. وقتی تونستم خوندن و نوشتن رو یاد بگیرم فهمیدم زندگی یعنی چی، فهمیدم که تمام عمرم و تا حالا بی خودی هدر دادم. سرور آن من همونطور که خیلی چیزا عوض شده، باید بگم که ما هم تو زندگی عوض شدیم، عاقل شدیم، بینا شدیم، سربزیر شدیم، تازه فهمیدیم که چی کار باید بکنیم. خدا سایه باعث و بانیش رو از سر ما کم نکنه. همه گی بگین آمین. روزی هزار بار باز خدا رو بکنی. شکر کفران نعمت حروم مادر، خودمم نمیدونم چه. خوب میدونی چته، مثل این که زده زیر دلت. از وقتی که کلاس نمیری خانم معلم ازت دلخور شده. میخوام دیگه کلاس نرم. غلط میکنی، با پس گردنی میبرمت. به خدا اسمار، اگه بخوای تفره بری و برگردی سراغ لجنبازی های سابقه تا شیرم و حلالت نمیکنم، آقت میکنم. دیگه تموم، نمیخوام دیگه آقی معلم رو ببینمش. ای دل گافل، چقدر خام بودم. به خدا میدونستم به جده سادات به دلم برات شده بود. چی به دلت برات شده بود مادر؟ یهو عوضی فکر نکنی. خوب میدونم خانم معلم دلتو برده. زبونتو گاز بگیر مادر. خاطر خواه شدی، اگه زبونت نگه چشات داره هوار میکشه. تازه رسیدی به حرف من. وقتی آدم عاشق بشه به خدا نزدیکتر میشه، قدر زندگیشو بهتر میفهمه. آره مادر، هرچی باشه من سه چهار تا پیرن از تو بیشتر پاره کرد. شما اومدین خواستگاری دختر برادر من. میدونم که جسارتی، اما چاره ای نداشتم. آخه نوکرتون اسمال خیلی بیقراری میکنه. یعنی پسر شما اینقدر پابند افسانه جون شده که بیقراری هم میکنه؟ به خدا خانم بنده زاده مثل جونش افسانه خانمو دوست داره. اصلا کشت مردشه. بله غلط کرده؟ تصور کردی کی هستی؟ ببخشید. چیشی رو ببخشید؟ مگه هر بی سر و پایی که معلوم نیست ننه باباش که یاقت افسانه رو داره؟ او پسر لاتو باشد بگو ای پنبره گوشش بیرون کنه. لیاقت او همو زنای حرزه کافهیه. چه آدم های پر روی. صد تا مثل تو و پسرت لیاقت کنیزی و نوکری در خونه ما و افسانه رو ندارن. از اینجا برید بیرون. گوبان شما ببخشید، من که جسارتی نکردم. جسارت از این بالاتر؟ بیشتری از این بیشتر؟ افسانه پسرتو آدمش کرد. شوهرم بهش کار دار. آقا درسته که من همه کار افسانه هستم، ولی تو دنیا جواب برادر خدا بیامرزم و نمیتونم. اینا هم خودشونو داخل آدم حساب میکنن. بدلیل رو براش کن، میخواد زم بگیره. الحمدلله کلی حقوق و مزایا گرفتم. دوست دارم دیگه برم قاطی مرغ و اسمالا. خودم هر کاری از دستم بر بیاد واسهت اون جایی نمیکنم. خیلی ناکره چم. نمیخوام آقا، درشو ببن، ریزی بیرون. اینجور کار جناب درد من نمیخورم. با شما هستم، یالا از کارخونه برید بیرون. خب باشه، حتما دیشب قهر کرده. نه بابا، تو هم کمش بکنه که قهری، به فکر کارت باش. سلام قربان. تو بی خود کردی سلام کردی. ببخشید با چاکر تو. اصلا تو کی هستی که با تو باشم؟ خیلی باز ببخشید، مگه ما چی کار کردیم؟ خیال ورد داشته.
تصور کردی چهار کلاس درس خوندی، یه الفبای خشک خالی یاد گرفتی، دیگه آدم شدی؟ خیال کردی هر غلطی دلت خواست میتونی بکنی؟ ماشاءالله همینطوری داری میگی، چه خبره که ما از اون بیخبریم؟ نه تو به چه جرأت مادرتو فرستادی به خواستگاری دختر برادر من؟ صد تا مثل تو لیاقت نوکری در خونش هم ندارم. من فرستادم خواستگاری آبچی معلم؟ آره، تو حقباز کلک، تو شارلاتان چاقوکش، تو ولگرد بی سر و پا. آدمی مثل تو که پرونده سابقش رو کول خر بزنی کمر میشه، باید سرش رو بترانه. بیمیرن 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 بیمیرن. ساب کن بفهم چی میگی مرد. به توی نفهم میگم که بفهم. لیاقت تو همون زندون و زنای عرضه توی کافه است. افسانه صد تا دکتر مهندس کازگار داره. لا لا هند لا آخه بسته با تو شد. الان کنیم ببینم حرف حسابش چیه. اینقدر دکتر مهندس به رخ ما نکش. به شما خوبی نیومده. اگه خوبیم یا بدیم مال خودمونیم. من گفتم سم هزار بار دیگه هم میگم، داغ این بدنومی تا قیوم قیومت تو پیشونیمونه. یعنی ما حق آدم شدن رو نداریم؟ هیچ وقت نمیزنم تو بازن. هیچ وقت لب به دوز مرد برم کنید فرفته قلوم محبت آبجی معلمم، و الا به نون و نمکش قسم روده ها تو عمامه سرت بیکردم. الا تو بندسید بیرون. ای آقا اون زمان مرد که بتونی دستور بدی. من خودم میرم، میرم همون جایی که اسمال اسمال بتونن. هی با تو هم یادت باشه قبل سون پول. به جون آبجو معلم اگه یه دفعه دیگه تیکم به پرت بگیره شاپرتو میزنم. سلام عمو جون. چه سلامی؟ همه ی ای آتشا زیر سر توه، منم دارم با آتش تو میسوزم. فکر نمی کنم کاری بر خلاف خواسته شما کرده باشم. دیگه میخواستی چی کار بکنی؟ بله؟ اگه به او بی سر و پا رو نمیدادی کارش به اینجا نمیکشید که برداره ننشو به پس خواستگاری تو. دیگه واسه آدم چی میمونه؟ ولی با وجود این حقش نبود با مادر اسمال اینجور بدرفتاری کنی. پس بگو من احمق چقدر خام بودم. نه عمو جون خواهش میکنم، مثل روز برام روشنه که تو دلباخته او لات بی سر پای چاقوکش شدی. واسه همین بود که خواستی ضمانت شو بکنم، بهش کار بدم، پول دارش کنم. نه عمو جون چنین چیزی نیست. سعی کن ببین چی میگم افسانه. من اون لات از کارخونه انداختمش بیرون. اگه خیلی دلت براش میسوزه تو هم میتونی بری دنبالش. خیلی متاسفم. نه نه آخه خونه خراب، کی گفته بود بری خواستگاری آبجی معلم؟ زن تو که میدونست اون خونه واجبه با دختر نمیدن، واسه چی خودتو منو خراب کردی؟ چه میدونستم؟ گفتم شاید وسیله خیر بشه. شد، خیلی هم درست شد، دوباره اسمان هیچی ندار شد. بلکن مادر، بلش کن تو رو خدا. مادر، من صد دفعه به آبجی معلم گفتم، گفتم که این کارا به درد ما نمیخوره. مادر جون، تازه داشت زندگیمون سر و سامون میگیره. من از این سر و سامون اقم گرفته، الان میرم زیر بازار که انقدر عرق میریزم توی شیکم صاب مردم و انقدر فریاد میکشم که صدام فقط به گوش خدا برسه. مصابتو شد مادر، اگه این کارو بکنی آقت میکنم، شیرم و حلالت نمی کنم. نکن، مهر تو از سینم بیرون. نکن، هر کاری که دلت میخواد بکنی بکن. نه ممدلی، ممدلی جون تو یه کاری بکن، نظر بره، نظر بره لب به این کوفته کاریا بزنه. آز خانم خودتو ناراحت نکن، نمیذارمش بیراه بره. اون با من، اون فعلا یه خوده اکمانیه. ممدلی مالش از آن را بیا. اسمال آقا دوباره این لباسه رو سرکردی؟ این لباسه مال خودمه، این تیتیش مامانی ها مال خودته. صد دفعه گفتم پیغمبر ما میگه آدم ها یکی هم، موسا میگه یکی هم، ایسا میگه یکی هم، اما عموی تو خیلی رو ثابت کن. اسمال
کنیم. ببین چی دارم میگم. دستم به دامنت یه کار. شما نشون نمیشی. حرف بزن. من خوش الان برمیگردم. دایی قربونه دارم. بودو. اسمت آقا. سب کن. سب کن. کارت دارم. ما. کارت دارم. تو باید به حرفای من گوش بدی. یه دفعه گوش دادم. بسته دیگه. اسمال. من چنون ناکارش کردم که واسه همیشه تمومه. یعنی کشتی؟ واسه خاطر تو هر کاری که بگی میکنه. حالا دیگه اسمال سیا میپوشه. واسه سر دری ممکنه پلیس تعقیب اون کرده باشه. زن کش نامست میکشمت. تو رو به خدا ولش کن. خانم معلم حالش خوبه. اسمش نه بس. به حرمت شیرت قسم واسه این نالوتی نامرد رو آدمش کنم. پا تو از اینجا بذاری بیرون خودم رو میکشم. وسوسم نکن ننه. من باز تقاص آبجو معلم ازش بگیرم. تا پوزه من به پوزش نسنم و ندازمش رو پای آبجو معلم دیگه اسمال بی اسمال. اسمال سب کن. اسمال چی کار کنم؟ بیم آخر عاقبت محبت. اینقدر به ای پسر لات بی سر پا محبت کردی آخرشم ایجوری جواب شما. اینجور آدم ها خوبی نیومده. اصلا لیاقت محبت رو ندارم. پسره بی سر و پا. شما ها دارین زود قضاوت میکنین. اسمال تو این کار هیچ مقصر نیست. هیچ مقصر نیست. هیچ مقصر نیست. مردک صد هزار مرتبه شو که حالت خوب شد. دستم به دامنت مادر تو یک کاری بکن. اسمار رفت قلی رو بکشی. قلی رو بکشی. چی؟ خدا شما ها یک کاری بکنیم. اسمار دیوونه شده. الانه که خونه قلی رو زن کش نامرد نفستو میگیرم. برو باشه ببینم نامرد. Oh.
بابشو بشکنه. الهی شکر، صد هزار مرتبه شکر. مادر حالت خیلی بهتر از دیروزه. آه مادر، تا آدم اینجور جاها نیفته قدر عافیتو نمیدونه. خداوندا همه ما رو ببخش و بیام. الهی آمین. سلام، اسم آقا واسه ما هم دعا کنی. خیلی خوش اومدی دخترم. شما مگه نمیخواستی سر و سامون بگیری؟ منم اومدم. ایوا وقت تو با من چی کردی؟ دلمون رسیدیم، طرف مال ما شد. مبارک از انشالله. خانم شیرین سعادتمند، وکیرم. غلطه بابا غلطه، هیچ معلومه چی داری میگی، چرا پرت میگی؟ اسم خانم آبجی معلمه مگه نه محمد قرو؟ افسانه خانومه. بله، به آقا بگو که درسته. بله درسته. بفرما، دروغ تو ذات ما نیست. درسته که واسه ما شیرینه، اما اسم شیرین نیست. چرا شیرینه؟ شیرینه؟ کی بود گفت شیرینه؟ الهی که به پای هم شیرینه. ردشیم ببینم، بساب بساب بس بقیهش بریم بشکنیم. آبچی معلم نداشتیم دم آخری حال ما رو بگیری یا؟ ببینم، نکنه الحق شیرینی؟ شیرین تویی؟ آره. برگشتی؟ برگشتی پیش ما؟ آره، و اگه تو قبول کنی اومدم کنیزی و تو بچه‌مونو بکنم. یا روح نبی، روحم تازه شد. الهی که فدات شد. وکیلم شما را به عقد ازدواج آقای اسمال مزرد. تو وکیله. بگو بله تمومش کن بابا. وکیلم. بله 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 بله. بفر تو بقاله مامانشونه دیگم. انقدر باطما او را اطهار نیا. بیا ببینم. بفر با اینم بچه. بفر با. حجی درشته. مد قنو. ما رفت تو سراغ خونه اولمون. چرا گریه میکنی؟ خدایا شد. تمام اینا نقشه افسانه خانم بود. نوکرشم. پس خود آبجی معلم کجاست؟ نمیدونم. اسمان آقا ایشاله که مبارک. سلام پهلوون. این نامه چیه؟ اسمان آقا برای چه نامه اومده؟ نامه؟ بره بده ببینم. عزیزان من، از صمیم قلب آرزوی سعادت همیشگی شما رو دارم. زن و مردی که صاحب اولاد شدن دیگه متعلق به خودشون نیستن، متعلق به فرزند و آینده اون هستن. شرمنده هم که نتونستم حضور این شادی رو بهتون به خصوص منصور عزیزم تبریک بگم. فردا من
برای کسب دانش بیشتر عازم خارج هستم. خواهان سعادت همیشگی شما افسانه. افسانه منو میبخشه؟ افسانه خیلی بزرگه. مامان! دخترم افسانه! آنتی مهندس! تو چه هستی؟ توی این دنیای پرگم بریا توی این دنیا که کیمیا شده تو چه هستی